با ساب اخبار و تحولات ایران در رسانه‌های بین‌المللی. خبرگزاری فرانسه: عفو بین‌الملل روز جمعه هشدار داد که 3 مردی که در ایران به دلیل اعتراض‌هایی که در سال گذشته آغاز شد به اعدام محکوم شدند، پس از تایید حکم دادگاه عالی در معرض خطر اعدام قرار دارند. سازمان عفو بین‌الملل نوشت 6 مرد عرب اهوازی تحت آزار و اذیت ایران در معرض اعدام قریب الوقوع هستند. یک دادگاه انقلاب از اعترافات ناشی از شکنجه آنها استفاده کرد تا آنها را در ماه فوریه پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم کند. پروژه گزارش جنایات و فساد سازمان یافته: سازمان ملل اعلام کرد که ایران با بیش از 10 اعدام در هفته بالاترین مجری اعدام در جهان است و به دلیل عدم شفافیت دولت این عدد میتواند بالاتر هم برود. خبرگزاری رویتر: فعالان سوری میگویند ملهی از رمسان، سرکرده قاچاق آمفتامین کاپتاگون که میلیاردها دلار درآمد برای رژیم اسد تولید کرده است، روز دوشنبه کشته شد. وی با شبه نظامیان مرتبط با بشار اسد و حزب الله مورد حمایت ایران همکاری نزدیک داشت. بلومبرگ آمریکا نوشت ناظران اتمی ایران پس از حذف اقدامات نظارتی ابراز نگرانی کردند. گروسی در گزارش سالانه 116 صفحه اجرای پادمان ها نوشت ایران هنوز مسائل باقی مانده پادمان را روشن و حل نکرده است. کار مهم و قابل توجهی در این زمینه در پیش داریم. سایت استار اند استرایپ چاپ آمریکا نوشت مقامات آمریکایی و یمنی در این هفته گفتند که ایران به تامین سلاح و مواد مخدر به شورشیان حوثی برای تامین مالی جنگ در سایه در یمن، علی‌رغم توافق با عربستان سعودی که قرار بود چنین اقداماتی را متوقف کند، ادامه می‌دهد. سایت آلمانیتور آمریکا با عنوان روابط سوئد و ایران پس از قطعنامه لیست‌گذاری سپاه پاسداران در لیست سیاه تیره‌تر شد نوشت پارلمان سوئد از دولت استکهلم خواست تا برای ایجاد اجماع در اتحادیه اروپا برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی تلاش کند. سایت شورای اتحادیه اروپا: بیانیه پایانی نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک مرکزی G7 در نیگاتا، ژاپن. ما نسبت به تهدید مالی غیرقانونی ناشی از ایران عمیقاً نگران هستیم.